خبرهای خیلی خوشحال کننده ای ندارم، ولی خب به هر حال مجبور واقعیت ها رو به مردم بگیم. خیلی خلاصه بگم خدمتتون، ما تقریبا الان روی 40% هستیم، یعنی آورد ما تقریبا 40% نرمال هست، خروجی ما تقریبا روی 40% هست و به نوعی حدودا 60% کمبود آب داریم. اردیبهشت و خرداد و تیر و مرداد و شهریور و حتی مهر فقط 100 متر مکعب در ثانیه به طور متوسط میتونیم خروجی داشته باشیم. این در حالی که نیاز پایین دست هم به دلایل مصرف برق و هم به خاطر مصرف آب باید 250 متر مکعب در ثانیه باشه. تقریبا هر بازه 11-12 سال یک بار این اتفاق میفته. ما دقیقا نمیتونیم پیش بینی بکنیم در مهر و آبان سال همین سال جاری چه اتفاق خواهد افتاد و بارش های بعدی کی اتفاق خواهد افتاد. نمیتونیم تمام ذخایر آب رو رها کنیم و بعد بگیم دیگه هیچ آبی نداریم. به هر حال یه حداقلی هم نیاز داریم برای خوشسالی پیش بینی نشده سال جاری. سد دست طراحیش بعد مبنای 7-8 میلیارد متر مکعب در سال پیش بینی شده. در سال 97-98 این آورد به دو برابر یعنی 16 میلیارد متر مکعب رسید. به دلایلی سد دز نیرو واحداش همیشه با تو مدار باشن. چرا؟ به خاطر اینکه سد دز شما از اینجا تا خرم‌آباد و از اینجا تا اهواز توی شبکه 230 کیلوولت هیچ نیروگاهی نداریم. بقیه نیروگاه 400 کیلوولت هم. بنابراین یه نکته بعدی که پست سد دز رابط شمال و جنوبه، یعنی هم میتونه تمام نیرو تولیدش رو بده به شمال به سمت خرم‌آباد و تمام میتونه بده به سمت استان خوزستان و به اصطلاح ها میتونه ترانسفر کنه، یعنی بخشی بده بالا بخشی هم بده پایین. در فصل مثل خوشسالی مثل امسال الان ما آب نداریم، وادامو از مدار خارج نمی کنیم. چرا؟ این وادام میمونن وار تولید میکنن، تأمین ولتاژ میکنن که بتونن از شمال بگیرن و بتونن برق پایین دست تأمین بکنن. معمولا سد دز در یک سال مالی مثلا از سال آبی از شهریور تا مثلا از مهر تا مهر یک سال 2.5 میلیارد کیلووات ساعت باید بتونه برق تولید بکنه. توی سالهای یکم خوشداری این رقم به 2 میلیارد هم میرسه. توجه میفرمایید با این روند خب قطعا ما نخواهیم تونست که این مقدار رو تولید بکنیم، اما در تأمین بحث جبران ولتاژ شبکه و جبران افت ولتاژ شبکه و انتقال توان از شمال به جنوب سد دز قطعا نقش محوری خواهد داشت. بنابراین نیروگاه ما به صورت مدام و 24 ساعته در مدار خواهد بود، برای اینکه اگر هم نتونست خودش تولید بکنه از سمت شمال شبکه برق بگیره و انتقال بده به سمت جنوب که بتونه برق استان و خوزستان رو تأمین بکنه. خواهش میکنیم اطلاع رسانی به مردم انجام بگیره، صادقانه با مردم صحبت بکنیم. شما الان مدازه میفهمید واقعا ما آبی اضافه ای نداریم، میخوام چیکار کنیم؟ برای تمام آب نهایتا برای مصرف کشاورزی و برای تولید برق خواهد بود. چیزی نیست که ما بخوام نگه داریم.